حرم مطهر کاظمین علیهما السلام با اعلام موفقیت طرح خدماتی سالروز شهادت امام محمد جواد علیه السلام از مشارکت حدود 4 میلیون زائر در این مراسم خبر داد. دبیرخانه حرم مطهر کاظمین علیهما السلام امروز با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که تعداد زائران در این چند روز به حدود 4 میلیون تن رسیده و 3000 نیروی داوطلب در داخل صحن و مسیرهای منتهی به آن به خدمات رسانی مشغول بودند. این بیانیه افزوده که تعداد خبرنگارانی که این مراسم را پوشش دادند به 148 خبرنگار رسید و 24 شبکه تلویزیونی و رسانه و در کنار پوشش زنده توسط 25 شبکه ماهواره‌ای نیز در این مراسم فعال بودند. همچنین 1023 موکب حسینی و بیش از 65 درمانگاه ثابت و سیار در طول مسیر منتهی به مرقد مطهر در حال خدمات رسانی به زائران بودند. در طول چند روز پایتخت عراق بغداد شاهد حضور سیلاسای میلیون ها نفر از داخل و خارج عراق به مناسبت شهادت امام محمد جواد علیه السلام در پایان ماه ذی‌قعده بوده است. آژانس خاربار ملل متحد فاو پیش بینی کرده است که 12,400,000 نفر در افغانستان از ماه می تا اکتبر 2024 با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند شد. بر اساس برنامه جهانی غذا WFP 2,900,000 نفر از این افراد در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. در این گزارش همچنین اشاره شده است که 4 میلیون نفر از جمله 3,200,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان دچار سوء تغذیه حاد هستند. در گزارش WFP همچنین آمده است که حداقل 23,700,000 نفر در افغانستان در سال 2024 به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این آژانس بر تأثیر سیلاب‌های اخیر در 6 ولایت که روستاها را ویران کرده، مزارع کشاورزی را زیر آب برده و دام‌ها را غرق کرده است تأکید کرد. لازم ذکر است در حالی که افغانستان همچنان با این چالش‌های شدید مواجه است، نیاز به کمک و مداخله بین‌المللی همچنان حیاتی است. و خبری در رابطه با آوارگان آفریقایی. بر اساس گزارش‌های رسیده در کشورهای ساحلی مرکزی بورکینافاسو، مالی و نیجر، بیش از 3,300,000 نفر به دلیل درگیری‌های بی امان به اجبار آواره شدند. اینجا به جای اجباری غیر نظامیان مستلزم اقدام فوری بین‌المللی برای جلوگیری از بدتر شدن آن است. داده‌های نظرسنجی از 3 ماهه اول سال 2024 نشان می‌دهد که آوارگان اجباری و جوامع میزبان حمله به غیر نظامیان و خشونت مبتنی بر جنسیت را به عنوان خطرات اصلی می‌دانند. علاوه بر این، فقدان سرپناه کافی، آب سالم و بهداشت شرایط وخیم پیش روی آوارگان را تشدید می‌کند. لازم به ذکر است در 4 سال گذشته 2,800,000 نفر در داخل بورکینافاسو، مالی و نیجریه آواره شدند و تعداد پناهجویان از این 3 کشور در همین مدت به 550,000 نفر افزایش یافته است. فعالان مدنی در سودان روز گذشته گزارش دادند که در نتیجه شلیک‌های توپخانه‌ای در نزدیکی پایتخت 40 تن از جمله کودکان کشته و 50 تن دیگر نیز زخمی شدند. سودان از آوریل 2023، زمانی که جنگ بین ارتش به رهبری عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش و نیروهای پشتیبانی سری به فرماندهی محمد همدان داگالو در گرفت، ویران شده است. گروه موسوم به کمیته مقاومت که شامل گروه‌های طرفدار دموکراسی است، طی بیانیه‌ای اظهار داشت. پیش از این نیز در روز چهارشنبه بیش از 104 تن از جمله 35 کودک در حمله شبه نظامیان موسوم به نیروهای واکنش سری در روستای واد نور در یکی از ایالت‌های جنوب سودان کشته شدند.
به گفته تام پریلو فرستاده ایالات متحده در سودان، این جنگ تنها در بیش از یک سال جان هزاران نفر را گرفته است و برخی تخمین ها تعداد کشته ها را به 150 هزار نفر می رساند. در همین راستا آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به شدت این حمله را محکوم کرد. از سوی دیگر کاترین راسل رئیس آژانس کودکان سازمان ملل متحد گفت که از گزارش ها مبنی بر کشته شدن حداقل 35 کودک و زخمی شدن بیش از 20 کودک در این حمله وحشت زده است. رئیس یونیسف گفت حمله به غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی غیر قابل قبول است و باید فوراً متوقف شود. راسل از کسانی که می جنگند خواست به قوانین بین المللی پایبند باشند و به جنگ پایان دهند. و خبری از پاکستان، بر اثر انفجار و حمله بر ماشین حامل نظامیان پاکستانی 7 نیروی نظامی این کشور جان باختند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، لحظات پیش یک ماشین حامل نیروهای نظامی و مرزی ارتش پاکستان در منطقه خیبر پختونخوا هدف حمله انفجاری قرار گرفتند. گفته می شود پس از انفجار این ماشین حامل نظامیان درگیری و حمله بین آنها و نیروهای شورشی نیز صورت گرفته است. گفتنی است بر اساس گزارش های رسیده تا کنون 7 پرسنل ارتش پاکستان در این ماشین حضور داشته و کشته شدند. لازم به ذکر است پلیس پاکستان نیز این حادثه را تایید کرده است. نمایشگاه معماری آندلوس تلاقی شرق و غرب اسلامی با 40 عکس با همکاری مؤسسه سروناتس در اردن و بنیاد میراث آندلوس در گرانادای اسپانیا در عمان برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از العربی الجدید، موزه ملی هنرهای زیبای اردن در عمان، نمایشگاه معماری آندلوس تلاقی شرق و غرب اسلامی از شب پنج شنبه 17 خرداد 1403 آغاز شد و تا 17 تیر 1403 ادامه دارد. این نمایشگاه شامل 40 عکس از جمله قلعه‌ها، دیوارها، برج‌ها، کاخ‌ها، بازارها، مساجد، مناره‌ها، حمام‌ها و صدها در مناطق مختلف اسپانیا و تمدن باستانی آندلوس است. لازم به ذکر است تصاویری از خارج از آندلوس از جمله قصر الحلبات در نزدیکی شهر ازرق و کاخ اموی در عمان، قبت و صخره در بیت المقدس، مسجد اموی در دمشق، شهر انجر در لبنان و مدرسه البو انانیه در فاس مراکش نیز در این نمایشگاه دیده می شود. گفتنی است بنیاد میراث آندلوس با فعالیت‌های خود در صدد است تا میراث فرهنگی و هنری آندلوس را گسترش و حفظ کند و نقشی را که آندلوس و اسپانیا در طول تاریخ به عنوان پل فرهنگی بین شرق و غرب ایفا کرده اند نشان دهد. سازمان جهانی هواشناسی با بازنشر بخشهایی از گزارش خود در صفحات مجازی عنوان کرده است: شوکه کننده است اما تعجب‌آور نیست که ما به این دوره 12 ماهه رسیده ایم. در حالی که این توالی ماهای رکورد شکنی در نهایت قطع خواهد شد، اما تغییرات آب و هوایی همچنان باقی است و هیچ نشانه ای از تغییر در چنین روندی وجود ندارد. بر اساس تازه ترین گزارش، سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک میانگین افزایش دمای جهانی در 12 ماه گذشته، یعنی در فاصله ماهای ژوئن 2023 تا می 2024 از 1.5 درجه سانتیگراد نیز فراتر رفته است. بنابر اعلام این نهاد ناظر بر تغییرات اقلیمی، این بالاترین دمای ثبت شده زمین از زمان ثبت رکوردهای اقلیمی است. بر اساس این گزارش، میانگین جدید دمای زمین در 12 ماه گذشته 1 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین 1991 تا 2020 و 1.5 درجه سانتیگراد گرمتر از 1850 تا 1900 میلادی است. سازمان جهانی هواشناسی تصریح کرده است
هدف متوقف کردن افزایش دما در توافق پاریس هنوز زنده است. باید به خاطر داشته باشیم این موضوع به افزایش طولانی مدت دما در طول دهها اشاره دارد، نه برای دوره 1 تا 5 ساله. نقض موقت این توافق به معنای از بین رفتن دائم هدف نیست، اما می توان انتظار داشته که تعداد رخداد افزایش موقتی از سطح 1.5 درجه سانتیگراد بیشتر است.